به تمام بیننده های عزیز تلویزیون جهانی آریانا خوش آمدید به مسابقه IQ. خدا کنه صحتمند و سرحال و بانشاد باشید و همین لحظه بیننده مسابقه دلخواه خودتان. رویا نادری در خدمت شما عزیزان هست با 3 اشتراک کننده 30 گزینه و 3 گزینه 0. شما با ما همراه باشین و بیننده برنامه خودتان. خوب است به طرف اشتراک کننده ها بریم و بیشتر با اونا آشنا شیم. خوش آمدین اشتراک کننده عزیز، وقت شما بخیر. تشکر، خوش باشید. اشتراک کننده های ما دیگه کاملا همون تو پر انرژی هستن و میخواین تا آخر برنامه هم همون تو پر انرژی پیش برن. ببینیم که نامشان چی هست و چقدر تحصیلاتی ندارن. خب از شما آغاز میکنیم که خودتون بر ما و بیننده ها معرفی کنید. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام بر شما، سلام بر تمام بیننده های تلویزیون آریانا و تلویزیون طرف بخصوص برنامه IQ نسیم لاسم. من گل تخلص میکنم یک تن از اشتراک کنندگان برنامه IQ. سلام خدمت شما و تمام بیننده های تلویزیون آریانا. هارون از غریستم، یک تن از اشتراک کنندگان برنامه IQ و دازم متعلم صنف 12. سلام خالص به شما و تمام بینندگان تلویزیون آریانا. ساحل ظاهر هستم، یک تن از اشتراک کنندگان برنامه IQ و همچنان صنف متعلم صنف 12. خب اشتراک کننده عزیز، خدا کنه کاملا آماده باشین، معلومات کافی داشته باشین، چرا که 30 گزینه که ما بر شما انتخاب کردیم در پشت هر گزینه بر شما یک تصویر میه و شما باید در ظرف 30 ثانیه جواب درست بر ما داشته باشین. یکی ثانیه تمام شده شما جواب درست بر ما بگین، IQ هم قبول نمیکنه و در بین 30 گزینه ما 3 گزینه ما 0 هست. هر چند امتیازی که بعد سوالین وقتی که گزینه را انتخاب کردین تمام امتیاز شما میره پشت کار خودش. پس هوش حواستون را خوبتر بگیریم به طرف گزینه و انتخابایی که شما می داشته باشین. اما دور از این گفته ها، سوال عمومی از شما می داشته باشم. هر کس میفهمه جواب درست چیه زودتر برام جواب بده و خوشانس اول مسابقه ما شوه. قصر دالمان در زمان کدام شاه اعمال گردید؟ شاه امان الله خان. کی؟ شاه امان الله خان. شاه امان الله خان. جواب درست همی است؟ مطمئنی نصیب؟ مطمئن با جواب درست همی است. نسیم تانست سوال عمومی ما را جواب درست برما داشته باشه، خوشانس اول مسابقه ما هست. حال میریم به طرف 30 گزینه، ببینیم اولین انتخابی که نسیم می داشته باشه کدام یکی است؟ نسیم اولین انتخابت کدام گزینه است؟ گزینه یک. گزینه یک را انتخاب میکنه، ببینیم که چی از در پشت گزینه یک. گزینه یک را نسیم انتخاب کرد و شخصیت های سیاسی افغانستان است. نسیم قبول میکنی یا رد؟ بله قبول. ما گفتم اونا در اول امتیاز نداریم، باید قبول کنین هر گزینه که است. نام شخصیت سیاسی را برام بگو که چی است؟ محمد درگذر. محمد اسماعیل قاسمیار میباشد، یکی از شخصیت های سیاسی میباشد که ضمن معاون شورای عالی صلح هم میباشد. مشاور خارجی شورای عالی صلح در افغانستان. در افغانستان هم میباشد. اسمشان چی؟ محمد اسماعیل قاسمیار. اسماعیل قاسمیار. اسماعیل قاسمیار. مطمئن هستی نسیم نام شخصیت همی است؟ بله 100%. نتیجه رو ببینیم؟ بله. نتیجه رو میبینیم، تشخیصی که نسیم برام داد درست است یا که خیر؟ آفرین به نسیم. تانست جواب درست برما داشته باشه و همچنان توضیحاتی که در رابطه با این شخصیت سیاسی داشت و تانست در انتخاب اولش خوب باشه و امتیاز به دست بیاره. ببینیم چقدر امتیاز کسب کرد. 1000 امتیاز، تبریکت باشه نسیم. تشکر. امتیاز خوبی است، آفرین. ببینیم هارون چی میکنه و انتخابش کدام گزینه است. آیا میتونه مثل نسیم در انتخاب اولش خوب باشه؟ گزینه ها. هارون شماره 3. 3 را انتخاب میکنه. میبینیم شخصیت‌های تاریخی افغانستان. قبول دارم. قبول میکنن و تشخیص میخوان بتن. 30 ثانیه وقت داری، اگر از تاریخ و از گذشتگان ما باخبر باشی میفهمی که نام شخصیت چی است. فکر که هارون ثانیه در گذر است. مقبره شخصیت هم در پارک زرنگار کابل هم قرار دارد. امیر عبدالرحمن خان. کی؟ امیر عبدالرحمن خان. امیر عبدالرحمن خان. بله. مطمئن هستی هارون نام شخصیت همی است؟ نظر به توضیحاتی که مدادم این جواب پیدا کردی یا نه؟ بله، چون یک مقبره از در پارک زرنگار و مربوط به امیر عبدالرحمن خان میشه. نتیجه آفرین به هارونم. تا نظر به توضیحاتی که مداشتم برای جواب درست برای ما پیدا کنه رفته بودی پارک زرنگار؟ بله بشتید. از مقبره اینا دیدن کرده بودیم شما؟ بله بله. از اون خاطر دیگه فهمیدی جواب درست میتونه چی باشه. هارون امتیاز تا میبینیم. 1000 امتیاز، تبریکت باشه. تشکر. به پارک زرنگار بیشتر بر چی میری؟ بر چکر میری؟ بر مردم آزاری میری؟ نه خیر، طبعا دیگه پارک هست، مردم تفریح. با فامیل میری؟ نه خیر، تنها. تنها میری؟ با دوستایم. تنها چطور کیف میده؟ با دوستایم. خب بگو با رفیقای میرم. بله. هارون هم 1000 امتیاز تانست به دست بیاره. حال میریم به طرف اشتراک کننده بعدی ما، ساحل. ببینیم انتخابش کدام گزینه است. انتخاب کو؟ شماره 20. 20. میبینیم.
میوه ها قبول میکنه. قبول میکنه و میخوای تشخیص بده. 30 ثانیه وقت داری، نام این میوه عجیب غریب برام بگو چی است. البته تصویر عجیب غریب معلوم میشه. به نظرم پسته. به نظرت پسته است؟ بله پسته شد. به نظرش پسته است. مطمئن نیست که پسته هست یا نیست. پسته. حالا بگو پسته است یا نیست؟ پسته است بله. بیشتر در کدام ولایت زیادتر است این؟ در کاپیسا و طرف خوست شاید زیادتر. پکتیکا. بیشترش پیدا. ببینیم نتیجه را، تشخیص ساحل درست است یا که خیر. آفرین ساحل. باش که بر ساحل هم چک چک کنم که بازگله نکنه. برای آرون و نسیم چک چک کردی، برای ما هیچ چک چک نکردی، تشویق نکردی. چرا تشویق دیگه رول عمده خوبسار خوبی داره نه؟ ساحل درست گفتی، جواب درست برام دادی، خودتم امتیاز به دست آوردی. بازم می‌بینیم امتیاز ده. 1000 امتیاز، تبریکت باشه ساحل. هر سه شروع کننده ما در اکسد قرار دارن و در انتخاب اولشان بسیار خوب بودن و تانستن که امتیازه بسیار خوبی هم به دست بیارن. شما با ما همراه باشین و بیننده مسابقه IQ. حال میریم به طرف گزینه های باقی مانده و انتخابی که نسیم می داشته باشه. شماره 5. 5 را انتخاب میکنم. میبینیم این دفعه مکانهای تاریخی افغانستان هست. قبول یارد نسیم؟ قبول میکنم. قبول میکنم و میخوان تشخیص بدم. ببینیم در ظرف 30 ثانیه که نسیم وقت داره میتونی جای تاریخی رو برام نامش بگویم؟ شهر زاک بامیان میباشد که یکی شهر تاریخی میباشد که جای تاریخی دیگه کم بله کم داره خرابتر شده. بله شهر اسمش هم از چی میباشد؟ زاک بامیان. شهر زاک بامیان. بله من خود نرفتم و نمیتونم بگم که تشخیص نسیم درست است یا که خیر. ببینیم نتیجه را. آفرین نسیم، تشخیص درست بود و تانست جواب درست بر ما داشته باشی. بامیان رفته بودی؟ نخیر. ایچ نرفتی؟ نخیر. چطور مام نرفتم ولی تو تانست جواب بودی ولی من تشخیص داده نتانست؟ خیر ایچ گفت. ایچ گفت نیست؟ بله. خبیه امتیاز تا ما بودی؟ سعیس مشکل نه؟ نه مزاق کدم. امتیاز نسیم رو میبینیم که چقدر دیگه امتیاز کسب کرده و تا چه حدی رسید امتیازش. 2000 امتیاز به نسیم، تبریک باشه. امتیاز خوبی هست و در انتخاب دومش هم بسیار خوب بود. گزینه ها و انتخابی که هارون میداشته باشه. گزینه 13. 13؟ بله. میبینیم هنرپیشه های سینمای جهان. فیلم میبینی؟ 100%. زیاد میبینی؟ بله. داخلی و خارجی؟ در کل. خارجی و داخلی. هنرپیشه‌هایشان رو می‌شناسی؟ بله. پس این گزینه رو مطمئنم قبول می‌کنی؟ قبول دارم. می‌بینی؟ 30 ثانیه وقت داری. نام این هنرپیشه چی است؟ درمندر. چی؟ درمندر. درمندر؟ بله. نام بچه‌هاش هم می‌فهمی چی است؟ بله، یک بچه‌ش سید دیوال است، دیگه‌ش هم بابا دیوال و خانمش هم امام‌المؤمنین و دخترش هم ایشا دیوال. آفرین. آفرین. بس فامیلش هم می‌شناسی. از سینمای هند هستی که نه؟ بله احساس کردم. دیگه کجای شک نیست. من این را درست گفتم. نتیجه. آفرین هارون. تشکر. خب. ما یک درمندر هم داریم در افغانستان. نامشون چی است؟ سلیم شاهین. درمندر افغانستان. آفرین هارون، تشخیص درست بر ما دادی و همچنان دیگر نام دختر و بچه و خانم هنرپیشه هم خودت درست گفتی و 100% جواب درست است و خودت بازم امتیاز به دست آوردی. ببینیم که چقدر شد امتیاز هارون. 2000 امتیاز برای تبریک باشه هارون. شما همچنان بیننده مسابقه IQ باشیم. بعد از وقت برمیگردیم با شما خواهیم بود. ادامه مسابقه IQ هست و بخش دوم فرا رسید. نوبت به ساحل رسیده که 1000 امتیاز داره. ببینیم در بخش دوم انتخابش کدام گزینه است. آیا ساحل هم میتونه مثل هارون و نسیم امتیاز خود را به سطح بالاتر برسونه؟ شما هم با ما همراه باشید. گزینه ها. ساحل، انتخابت کدام گزینه است؟ شماره 2. گزینه 2. مکان‌های تاریخی افغانستان. قبوله. ساحل بازم قبول کرد و میخواد تشخیص بر ما داشته باشه. ببینیم در ظرف 30 ثانیه که وقت دارم میتونه جواب درست بر ما بده. منار جام. چی؟ منار جام. منار جام یا جم؟ منار جام میشه، جام میشه. جام میشه، جام میشه. هر دوش دوست. در کدام ولایت است؟ در ولایت غور. ولایت غور. 5 ثانیه، 6 ثانیه. 4 ثانیه میبینیم نتیجه را. صحیح هم شما نکردیم. میبینیم درست است؟ بله. آفرین به ساحل.
تانست بازم ساحل جواب درست برای ما داشته باشه و باز هم امتیاز به دست بیاره. تبریکش باشه، امتیازی که همین لحظه میبینیم به چند رسیده. ساحل خودت هم 2000 امتیاز به دست آوردین، هر سه تان در یک سطح قرار دارین و از این بعد دیگر رقابت ها سخت‌تر شده میره و همچنان گزینه‌ای که باقی مانده ببینیم در پشت هر گزینه دیگه ما که باقی مانده چه تصویرهایی میتونه باشه. آیا شرکت کننده ما میتونه بازم تشخیص درست برام داشته باشن و امتیازشون رو به سطح بالاتر برسونن؟ خب شما با ما همراه باشین و ببینین که کدام یکی از شرکت کننده ما برنده مسابقه ما میشن، گزینه‌ها و انتخابی که نصیب می داشته باشه. نصیب، انتخابت کدام گزینه است؟ شماره 6. 6. میبینیم. آوازخوان‌های افغانستان. آهنگ میشنوی؟ بله. آهنگ افغانی خوب میشنوی؟ نه خیر، ایرانی. ایرانی میشنوی؟ بله. اینا لی آوازخوان افغانستان است. شاید بشناسی؟ میشنوی. قبول. گفتن هم میشنه؟ قبول میکنی؟ قبول از بله. نسیم آهنگای ایرانی زیاد میشنوه. با آهنگای افغانی رو قدر خوش نداره، نمیفهم چطور. علاقه مندی نداره. اینال شادی آوازخوان را بشناسی. خب نسیم، خوب فقط فکر کو یک سرچ داشته باش، ببین که چی میشه. خدا مهربان است. محمود کامن است که فعلا در لندن زندگی میکنه و بعض وقت به افغانستان میاد. کامن یک آوازخوان است. بله، محمود کامن. تو آهنگ افغانی نمیشنی؟ با چطوری را شناختی؟ قضو تشخیص دادی؟ ببینیم نتیجه را. تشخیص که نسیم داده درست است. آفرین نسیم. محمود کامل بود نامی آوازخوان و همچنان جای زندگیش هم برای ما گفتی که کجا بود. در لندن. واقعا خوب تانستی تشخیص درست برای ما داشته باشی. تو آهنگای افغانی نمیشنوی؟ نمیشنوی. قضیتا اگر نمیشنوی بیخی نمیشنیدی چی کامل؟ اگر رسی با آهنگای افغانی میشنوی خود 100% تمام آوازخانه افغانستان هم بشنوی. این در حالتی که قدر آهنگای افغانی نمیشنوی ولی تانست بازم تشخیص درست برای ما داشته باشه و باز هم امتیاز به دست بیاره. ببینیم به چه سطحی رسید امتیازش. 3000 امتیاز به نسیم. تبریک باشه. آفرین نسیم، امتیاز بسیار خوبی هست. در بخش دوم هم خوب عالی بودی. هارون و گزینه های باقی مانده. هارون کدام از انتخابت؟ کدام است؟ 21. شماره 21. میبینیم. کارگردان های مطرح سینمای جهان. قبول. قبول میکنه و میخوای تشخیص بده هارون. 30 ثانیه وقت داری. نام کارگردان را برای بگو. خوب فکر کن هارون. یک تن از کارگردان، کارگردانه البته از اتریش است. خوب از اتریش است. بسیار فیلم های به زبان آلمانی، فرانسوی و انگلیسی هم ساخته. میشیل هانکه. چی؟ میشیل هانکه که زیادتر میشیل هانکه. بله، در یک سایت اینترنتی دیده بودمش. بیشتر فیلمایش هم مشکلات جامعه مدرن را به تصویر میکشه. نتیجه را ببینیم. تشخیص هارون درست است؟ آفرین هارون، تشخیص درست بود. آفرین. مش فکرش را میکردم که خودت بتانی نامی کارگردان بر ما درست بگوی. هارون بازم امتیاز به دست آوردی به خاطر تشخیص درستی که بر ما دادی. ببینیم به چه سطحی رسید امتیاز هارون. 3000 امتیاز به هارون هم تبریک باشه. با نسیم در یک سطح قرار دارن. حال ببینیم انتخاب ساحل کدام گزینه است. آیا ساحل هم میتونه امتیازش به 3000 برسونه؟ انتخاب کدام گزینه است ساحل؟ شماره 7. 7 را انتخاب میکنه. آوازخوانای مطرح جهان. قبول میکنم. چی؟ قبول. قبول. میفهمی از کدام کشور است؟ هندی خو معلوم میشه. خب از هند است. خب در سال 2011 وفات نمود. یکی اسمش چی است ساحل؟ میتونی گفته؟ ارجیت. ارجیت کمار است. نمی‌فهمم. ارجیت کمار. ارجیت کمار؟ ارجیت کمار؟ نتیجه رو ببینی. متاسفانه ساحل، جواب که برام دادی درست نبود. جگجیت سینگ. جگجیت سینگ نامی آوازخوان از کشور هند که در سال 2011 وفات نمود. ساحل دفعه نتونست خوب باشه و تشخیص درستی برای ما نداد. حال ببینیم امتیازشه که چقدر از امتیازش کم شد. از 2000 امتیاز 1000 امتیاز باقی ماند ساحل. خدا کنه در انتخاب بعدید که به طرفت میایم خوب باشی و بتونی 1000 امتیاز از دست رفیقت پس جبران کنی، ولی بسیار از قافله پس میمانی. گزینه ها و انتخابی که نصیب میداشته باشه. نصیب کدام گزینه است انتخابت؟ شماره 25. گزینه 25. بله.
نسیم گزینه 25 را انتخاب کرد. شما با ما همراه باشیم. بعد از وقفه برمیگردیم و در بخش سوم مسابقه آی‌کیو می‌بینیم که در پشت گزینه 25 چی هست. خوش آمدید به بخش سوم مسابقه آی‌کیو و مسابقه دلخواه خودتان. نسیم گزینه 25 را انتخاب کرده بود. حال ببینید در پشت گزینه 25 چی است. آیا میتونه تشخیص درست بر ما داشته باشه و امتیاز خود را به سطح بالاتر برسانه در بخش سوم مسابقه و در لحظات آخر برنامه. در پشت گزینه 25 نباتات هست. قبول میکنی نسیم یا رد؟ تصویر از یک گل برات میاد، فقط نام گل برای ما میگی. ای که کدام گل است و چی است من نمیفهم، ولی منتظر هستم خود قبول کنی ببینم. بله قبول میکنه نسیم. خوب به طرف گل ببین، چه گل مقبولی. همونطور ریزگک ریزگک هم از رنگ یاسمندی هم داره. نامش چی میتونه باشه نسیم؟ رنگ یاسمندی هم داره. بسیار گل یاسمین. گل مقبول. گل یاسمن یا یاسمین؟ گل یاسمین یا یاسمن. بله. یاسمن. بله. چی فرق داره به نظر یکی یا یکیش داره؟ بله خب هیچ مشکل نداره خواهم یکی چی داره. گل یاسمین؟ بله گل یاسمین. میبینیم نتیجه را. آفرین نسیم، گفتم میرم که چی یک رنگ یاسمنی. بله. هم داره. آفرین، متوجه گپای ما شدی و تانسی جواب درست برنامه بودی. بله و توضیحات بود، کمک بود. بله. نگو نقل بود، اینجا بد میشه. تشکر، زنده باش. باز هارون و سایل جنگ و جدالش میخیزه که چرا با ما یکار نقلک آنویدی. آفرین نسیم، تشخیص درست بر ما دادی و تانسی بازم امتیاز به دست بیاری در بخش سوم مسابقه. ببینیم به چه سطحی رسید امتیاز نسیم. 4000 امتیاز، بهترین امتیازی است که تا حال نسیم به دست آورده و بالاترین امتیازی هست که در مسابقه آی‌کیو فعلا نسیم به دست آورده. اما ای که هارون و ساحل چی میکنه، ما هم هستیم همراه اینا، شما هم با ما همراه باشین. گزینه ها و انتخاب هارون. هارون انتخابت کدام گزینه است؟ انتخاب ما گزینه 16. 16. بله. میبینیم. وسایط نقلیه. قبول دارم. از هم موترهای سابقه است نی؟ بله. نامش چی است؟ نامش موتر؟ یا هم کمپانیش؟ کمپانی؟ موتره؟ موتره، ساخت کشوره؟ ساخت کشور، اینا میفهم ساخت کشور روسیه است. اما موترش؟ موتر شاید لادا باشه. شاید لادا باشه. شاید باشه یا حتما است؟ مطمئن نیست. نتیجه رو میبینی؟ هارون جواب درست بود. مطمئن باش به اینکه خودت هر دفعه یک حدسی هم که میزنی یا گمانی که میزنی و 100% شاید درست باشه. طوری که همیشه لمی حدس و گمانی که زدی که شاید موتر لادا باشه که او درست بود. امتیاز به دست آوردی. میبینیم که به چند رسید امتیاز هارون. 4000 امتیاز هارون هم به دست آورده. ساحل و گزینه های باقی مانده. ساحل انتخابت کدام گزینه است؟ 12. میبینیم. جغرافیای ولایت افغانستان. قبولش میکنم. نقشه کدام ولایت است؟ فرا. نقشه ولایت فرا. از ولایت حوزه جنوب غرب افغانستان هم میباشه. بله. نقشه ولایت فرا است ساحل؟ بله. 100% مطمئن هستی؟ 100%. فرا رفتی؟ فرا نیم. فرا نرفتی. نقشه را به ذهنت بسپار که رفتی گم نشی. نتیجه بس. آفرین ساحل، جواب درست بود و تانست تشخیص درست بر ما داشته باشید. امتیاز ساحل را میبینی؟ 2000 امتیاز بعد از سوار ساحل. 2000 امتیاز دیگه تو نیاز داری تا که با دو کسی که همین لحظه در کنار دستن دیگه مساوی شوی. ببینیم تا لحظات آخر برنامه وقت اگر ماند بازم به طرف ساحل میایم. گزینه ها و انتخاب نسیم. نسیم انتخابت کدام گزینه است؟ شماره 18. 18 را انتخاب میکنن. میبینیم. متاسفانه نسیم، گزینه 18 را انتخاب کردی و یکی از گزینه های صفر ما بود که از برنامه حذفش کردی. و ما نمیخواستیم در لحظات آخر برنامه که لحظات بسیار اندک باقی مانده نسیم گزینه 18 را انتخاب کنه و او صفر باشه و 4000 امتیاز خودم یک دم از دست بده. بازم میبینیم امتیازش.
نسیم، خودت میبینی که خانه‌ای که به نام تو بود کاملا خالی شد و صفر شد، برگشت به خانه اول. متاسفانه صفر شدی نسیم، تمام امتیاز خود نسیم از دست داد. خب لحظات بسیار اندک باقی مانده، وقت برنامه تمام شد. لحظات بسیار اندک که هیچ باقی نمانده، بلکه وقت برنامه ما تمام شد. اشتراک کننده عزیز، یعنی که دیگه نوبت نرسید نسیم که به طرف خودت بیای و بتونی دیگه انتخاب از بین گزینه‌ها داشته باشی. تشکر از حضورتان. اشتراک کننده عزیز سلامت باشین. هارون 5000 امتیاز به دست آورد و برنده مسابقه ما هست، بهش تبریک میگیم. همچنان ساحل هم 3000 امتیاز، امتیاز خوبی هست. مهمی است که خودت بسیار خوب عالی پیش رفتی. نسیم هم بسیار عالی پیش رفت، ولی با انتخاب گزینه‌ای که داشت متاسفانه امتیاز خود از دست داد. تشکر از حضورتان، سلامت باشین، خدا نگهدار. سپاس از شما بیننده های عزیز، وقت و لحظات خوب و خوش بر شما هم میخوایم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.